سلام و درود به هاشیه نیوزی های عزیز. چه خوب شد که باز هم دیدیمتون و از پنجره هاشیه نیوز بهتون سلام کردیم. خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو تماشا میکنید و باز هم با یه نظامی دیگه خدمتتون رسیدیم تا به یکی از آخرین کارهایی که ایران توی رزمایش خودش انجام داد بپردازیم و ببینیم آیا اینکه ایران در آخرین رزمایش خودش یه پایگاه هسته‌ای که به گفته خیلی از رسانه‌ها داخلش چندین بمب هسته‌ای قرار گرفته رو مثلا با موشک زد کار عاقلانه‌ای بود یا اینکه بیشتر شبیه خودزنی بود. بالاخره گاهی وقت آدم احساساتی میشه یه کاری میکنه دیگه. با ما در ادامه این برنامه همراه باشید تا ببینیم که آیا زدن همچین پایگاه اتمی کار درستیه یا نه، و اگه تا حالا با نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب همراه نشدید کلید سابسکرایب بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. شبیه‌سازی حمله ترکیبی موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری علیه راکتور دیمونا که منابع خبری نزدیک به سپاه از انجام اون در جریان رزمایش پیامبر اعظم 17 خبر دادن، اگرچه در آستانه از سرگیری مذاکرات وین میتونه نمایشی تلقی بشه، اما در عین حال به دلیل طبیعت تهدید خیلی جدی تلقی شد و ممکنه مجموعه محاسبات و معادلات طرح‌های سیاسی امنیتی حکومت تهران رو با نتایج خلاف انتظار روبرو بکنه. قبل از انتشار گزارش‌های تصویری مربوط به این شبیه‌سازی که انجام واقعی اون مغایر با پروتکل‌های پذیرفته شده جهانی هستش و موج مخالفت بزرگی رو علیه ایران برمی‌انگیزه، سپاه پاسداران در اقدام نامتعارف دیگه‌ای در مرحله مقدماتی همون رزمایش از شلیک موشک به منظور تمرین دفاع از راکتور اتمی فعال بوشهر هم خبر داده بود. متفاوت با گزارش‌های تمرین علیه راکتور دیمونا که بازتاب گسترده به خصوص توی نشریات اسرائیلی داشت، بخش نخست رزمایش پیامبر اعظم 17 و اقدام به شلیک موشک دفاعی بر فراز راکتور اتمی بوشهر حتی در رسانه‌های داخلی ایران هم انعکاس چندانی نداشت. عوارض بروز سانحه توی راکتورهای اتمی فعال به دلیل پراکنده شدن آلودگی‌های اتمی و نشت مواد رادیواکتیو میتونه از مرزهای محلی و ملی عبور بکنه و شکل جهانی به خودش بگیره. چنانکه انفجار راکتور اتمی چرنوبیل اوکراین در 26 آوریل 1986 و راکتور اتمی فوکوشیما ژاپن در 11 مارس 2011 هر کدوم به نوبه خودشون به یک فاجعه جهانی تبدیل شدن. به این دلیل ساده شاید ایمن‌ترین نقطه از مجموعه تأسیسات اتمی پراکنده ایران در برابر حملات نظامی خارجی راکتور اتمی 900 مگاواتی بوشهر باشه که هدف حملات نظامی خارجی قرار نخواهند گرفت، ولی سپاه به منظور توجیه تمرین حمله موشکی و پهپادی علیه راکتور اتمی اسرائیل اولش به تمرین دفاع هوایی از راکتور بوشهر پرداخت و بعد از اون گزارش تمرین علیه راکتور دیمونا رو منتشر کرده. حساسیت‌های جهانی در مورد حفظ امنیت راکتورهای فعال اتمی به قدری هستش که دیمیتری روکوزن وزیر وقت روسیه توی پیمان آتلانتیک شمالی در ژانویه سال 2011 متعاقب تحریم کرم رایانه‌ای موسوم به استاکسنت در مرکز غنی‌سازی نتنز و نفوذ اون به سانتریفیوژهای نصب شده در اون محل هشدار داد که نفوذ این بدافزار در راکتور اتمی فعال بوشهر میتونه به تکرار فاجعه چرنوبیل منجر بشه. بعد از بروز یک حادثه یا انجام تخریب تروریستی و یا در نتیجه حمله هوایی علیه یک راکتور اتمی فعال، شکاف ناشی از انفجار کوره گرم راکتور میتونه به انتشار مقادیر فراوانی از مواد پرتوزا ختم بشه و یک فاجعه اتمی تازه را شکل بده. اهمیت تهدیدهای اتمی از این دست به قدری هستش که در کنار افزایش تمهیدات دفاعی برای حفاظت از تأسیسات اتمی در کشورهای مختلف جهان، ارزیابی ابعاد چنین تهدیداتی در مطالعات و محاسبات و امنیت کشورها مورد توجه خاصی قرار داره. در این راستا پارلمان بریتانیا در ماه سپتامبر سال جاری گزارش مطالعاتی جامعی در 148 صفحه پیرامون مخاطرات حملات تروریستی علیه تأسیسات اتمی منتشر کرده که در اون به موضوع انفجار در تأسیسات اتمی هم پرداخته شده. راکتور دیمونا و حساسیت‌های دفاعی. عملیات احداث راکتور اتمی نقب که خارج از اسرائیل از اون به اسم دیمونا یاد میشه در قلب صحرایی به همین نام و در 15 کیلومتری شهر دیمونا از سال 1958 شروع شده و در فاصله سالهای 1962 تا 1964 میلادی تکمیل شد و در سال 2018 رسما به اسم شیمون پرز نخست وزیر و رئیس جمهور پیشین اسرائیل نامیده شد. این راکتور سال خورده که عمر اون قابل مقایسه با راکتور آزمایشگاهی نیمه از کار افتاده تهران و ظرفیت اون تا حدود 60 مگاوات و از این لحاظ قابل مقایسه با راکتور اتمی آب سنگین عراق هستش، با کمک فرانسه و دور از چشم آمریکا و یا دست کم با چشم بستن واشنگتن بر عملیات طراحی و احداث اون ساخته شد.
اسرائیل که موجودیت راکتور آب سنگین شیمون پرز یا همون دیمونا رو پذیرفته مدعی هستش که از اون برای انجام مطالعات اتمی بهره میگیره، ولی جهان خارج بر این باوره که با بازیافت پلوتونیوم ناشی از سوخت اتمی این راکتور، اسرائیل حدود 200 تا 400 بمب اتمی متعارف و بیش از 20 بمب هیدروژنی ساخته. راکتور دیمونا تحت نظارت آژانس انرژی اتمی قرار نداره، ولی در انتهای دهه 60 میلادی اسرائیل اجازه بازدید از اون رو به نمایندگان آمریکا داده و گزارش محرمانه که در سال 2011 در آمریکا منتشر شد، حاوی اسناد مکاتبات محرمانه واشنگتن با بن گوریون پیرامون پنهانکاری‌های اسرائیل در مورد اهداف و نتایج فعالیت‌های اتمی اون کشور و ابراز نارضایتی آمریکا نسبت به اون هاست. اسرائیل در رابطه با ظرفیت اتمی خودش سیاست نه انکار و نه تایید رو دنبال می‌کنه، در حالی که تصور غالب در جهان مسلح بودن اسرائیل به بمب اتمی. تأسیسات اتمی دیمونا که در 3 سال گذشته شاهد توسعه و نوسازی هم بوده، از جمله تأسیسات ناشناخته‌ای هستش که در زیر محل راکتور اصلی ایجاد شده، منطقه ممنوع پرواز و به شدت تحت مراقبت سامانه‌های ضد هوایی اسرائیل. شدت مراقبت از این راکتور به اندازه‌ای هستش که در سال 1967 در جریان جنگ 6 روزه با کشورهای عربی، آتشبار دفاع موشکی اسرائیل یک فرمان جت جنگنده خودی رو که هنگام بمبارون اردن لطمه دیده و در مسیر بازگشت به پایگاه خودش اشتباهاً وارد فضای نیروگاه اتمی شده بود، ساقط کرد و یورام هارپاس خلبان هواپیما هم در جریان سقوط کشته شد. قبل از جنگ 6 روزه هم گزارش‌هایی در مورد پرواز جنگنده هواپیمای میگ 21 که گفته می‌شد متعلق به مصر بر فراز راکتور اتمی دیمونا و ساقط کردن اون منتشر شد، که در کتابی بحث‌انگیز در سال 2007 با رد این فرضیه از این جنگنده به عنوان میگ 25 متعلق به اتحاد شوروی یاد شد. در سال 1986 یکی از کارکنان تأسیسات اتمی دیمونا به اسم مردخای وانونو به بریتانیا فرار کرد و برای اولین بار اطلاعات روشنی همراه با عکس‌های متعددی از این راکتور در نشریه ساندی تایمز منتشر کرد. متعاقب افشاگری وانونو، موساد پرستویی به اسم شریل بنتوف رو در راه او قرار داد و او رو به ایتالیا برد و از اون محل روبوده و به اسرائیل منتقل کرد. وانونو که اولش به 18 سال حبس محکوم شده بود، بعد از سپری شدن مدت محکومیت با محدودیت‌های فردی در اسرائیل باقی موند. با اینکه هیچ نظام سیاسی متعارفی در جهان در طرح‌های نظامی خودش حمله علیه یک راکتور اتمی فعال رو نداره، اسرائیل نگران اقدامات تروریستی و یا حتی حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی دیمونا است و در این راستا اقداماتی رو به منظور کاهش ضایعات ناشی از حمله احتمالی نظامی صورت داده. در سال 2004 اسرائیل بین هزاران نفر ساکنان شهر دیمونا و کارکنان تأسیسات اتمی قرص‌های ضد تشعشعات اتمی توضیح کرد که بخشی از نگرانی‌ها با احتمال بروز سانحه در راکتور بی‌ارتباط نبود. در سال 2012 کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل برای مدتی موقتاً راکتور دیمونا رو خاموش کرد و علت اون اقدامات پیشگیرانه در قبال خطر حمله نظامی از جانب ایران عنوان شد. قابلیت ها و ظرفیت های تهاجمی ایران. شبیه سازی هجوم همزمان موشک‌های بالستیک و پهپادها علیه راکتور فعال دیمونا در رزمایش پیامبر اعظم 17 تحولی تازه و فرصتی بود برای معرفی محصول دیگه از زرادخانه ادوات پرتابی و پروازی سپاه. پهپاد شاهد 136 که روی یک پرتابگر با 5 لایه نصب میشه. اگرچه ایران در طول دولت دوم حسن روحانی از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال 2016 رشد خاصی در صنایع موشکی نداشته و توان خودش را عمدن معطوف به ساختن سیلوهای موشکی زیرزمینی و یا بهبود دقت در هدفگیری موشک‌ها و البته افزایش رویکرد به موتورهای سوخت جامد کرده، ولی با استفاده از فناوری چینی و کپی برداری از محصولات کشورهای دیگه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه در زمینه ساخت پهپادها و تولید و اونها دست پیدا کرده. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشنیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.